اوکی 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 خیلی هم عالی، بسیار عالی، حالا خوب شد. آخ آخ، از سر کار میای خسته هستی اول صبحمه. خب ولی خیلی خوبه، میدونی اینکه زندگی جریان داره با ادبیات. خیلی آره، یعنی هستی معنی داره برای ما دوتا و برای خیلی های دیگه. این خیلی قشنگه. خب ممنون ازت شلو شفیق، دارم با شلو شفیق حرف میزنم و امروز 23 جون 2020 هست. کتاب شلو رو به شکل عجیب و غریبی من گم کردم. پارسال همین موقع شلو ما فلورانس بودیم تقریبا. آره آره، من امضا کردی و چمدون من گم شد. خب دیگه امیدوارم بعد شانسی آورد برات. نه، چمدون هم گم شد و یک ماه بعد پیدا شد و در نتیجه این کتابا و اینا تا پیدا شد گذاشتم یه جایی و بعد درگیر یه چیزای دیگه، تعمیر خونه اینا، تا 2 هفته پیش. من تو کلاس هم شروع کردم از غزاله علیزاده حرف زدن و همزمان با غزاله علیزاده نمیدونم چرا همش به فکر این بودم کتاب تو رو پیدا کنم بخونم. خیلی جالبه. خیلی برای که من اصلا نمیدونستم تو بنیه کتاب گرت برداری از یه نویسنده ایرانیه. پس نباری که من توش راجع به غزاله حرف زدم و گفتم این حرفا رو نمیتونم بیرون بزنم و تو زدی. البته خیلی جالبه. بعد 19 دیگه بلند شدم و خونه رو گشتم، گفتم نمیشه کتاب رو کردم و کتاب تو 19 کتاب رو برای من امضا کردی. خیلی جالبه. آره، و من 20 شروع کردم به کتاب خوندن و تمومش کردم که نوشتم واکنشم رو نوشتم. خسته نباشم، لذت خوندن یک کتاب خوب برای من واقعا قابل مقایسه با هیچی نیست و مدت ها بود این تصاویر زیبا، تکاندنده، هولناک و هنری رو من تو هیچ متن فارسی نخونده بودم. خیلی 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 منو سر شوق آوردی، از این بابت ازت ممنونم. کیفم اینه آدم با نویسنده کتاب که بخونه حرف بزنه. اینم از اقبال من. من چقدر کیف میده که با یک نویسنده ای که کتاب من تونسته باش حرف بزنه حرف بزن. خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم ازم. اینه. خب من میدونی که خودکارم گذاشتم اینجا چون عادت دارم که اینجا فکر کنم یه اشکال تو این به وجود آمده با یه چه افتضایی شد. الان چطوره؟ الان خوبه. نه خوبه، من تو رو میبینم. خب ببین، اینو ما یه کمی حرف میزنیم، میذاریم دیگرانم گوش بدن به این بحث و بعد کلاس در جلسه کتاب خونی باز کتاب تو بچه ها میخونن، دور هم جمع میشیم که تو اون کلاس هم حتما ازت دعوت میکنیم که بیای و دامن بزنیم به این فضای خوب و زنده. حالا من این کتاب رو، خب اولین چیزی که به یک کتابی اول جلدش میبینی و بعد اسمش میبینی، خب من میخواستم از سوال کنم تو این اسمو چجوری انتخاب کردی و آیا چیزای دیگه، آپشنای دیگه هم داشتی از میان اسامی متعددی اینو انتخاب کردی یا یک راست اومد تو ذهن؟ این اسم آمد تو ذهنم، دیگه به چیز دیگه فکر نکردم. یعنی در واقع میدونی این اگه وقتی کتابو باز میکنی
میان پنجره و دیدن همیشه فاصله است. مال فروغ میاد. بعد این تمام به اصطلاح در تمام طول این کتاب که من باش خب خیلی زندگی کردم، این مسئله دیدن و ندیدن مطرحه. و اون شعر فروغ که میگه از آینه بپرس نام نجات دهندت را، دائم توی ذهن من میامد. یعنی این در حقیقت میشه گفت که در تمام طول این کتاب یه سری چیزایی تو ذهن من میامد، بعد تو اونایی که تو ذهن من میامد این کلمه بیشتر باقی مون، یعنی این خط بیشتر باقی مون. و من امیدوارم که اونجوری نخونده باشی که مثلا باید هر کسی تو آینه خودشو پیدا کنه. اصلا این نیست. یعنی در واقع یه جور ماجرای وهمه، یه جور ماجراییه که ماها، یعنی در واقع این زن و که تو این زن من خودم هم هستم، معلومه گرتش از غزالی، یعنی تکون و جرقه‌ای بود که چون غزالی تو سفر پاریس که آمد بود برای درمان، من رو باش آشنا شدم و ساعتهایی رو باش گذروندم. خیلی نمیشه گفت طولانی، ولی نه اونجوری که تو میشناسی طبعا. و این یه تکانه های رو تو ذهن من ایجاد کرد که بعدتر این توی ذهنم موند و باعث شد که اولین صحنه های این کتاب بیاد تو ذهنم و بعد یواش یواش حولش این ماجرا ساخته شد. و در تمام طول این مدت مسئله دیدن رو ندیدم، یعنی اگه بخوام یه توضیح راجع به این بدم، برای همین یه چیزی که دلم نمیخواد این اینجوری اتفاق بیفته که این مثل کلمه، یه مثل یه جمله قصار خونده بشه، ولی شو اتفاق افتاده احتمالا اینجوری خونده شده بود. حالا من فکر کردم که راستش کتاب رو بستم، گفتم آه شام آخر. آره گفتم این شام آخر بود. خب شام آخری که معلوم نیست کی به کی خیانت کرد. آیا مسیح میتونه به حواریون خیانت کرده باشه؟ حواریون به هم دیگه خیانت کرده باشن؟ همه با هم خیانت کرده باشن؟ همه با هم قربانی باشن؟ یعنی یک شام آخر گاتیک و هولناک. و من برای همین یهو فکرم آه خدای من چرا اینو مثلا چطور تو ذهنش نگذشته؟ چون از یک شام شروع میشه میگه شام دیگه ختم میشه، یعنی دایره بسته میشه. دقیقا بسته میشه، نه اینکه داستان تموم شده باشه. بله داستان تازه شروع دیگه پیدا میکنه. خب با اون نوری که از زیر چیز میاد یک شروع دیگه پیدا میکنه. ولی این داستان هولناک به یک شکلی تموم شده اعلام میشه. ولی برای من تنها چیزی که به ذهنم رسید بعد از خواندن کتاب این بود که شما آخر کی به کی خیانت کرد؟ کدومشون مسیح هستن؟ کی اینجا مسیح هست؟ و این برای همین پرسیدم جان. خیلی برداشت جالبیه برای خود منم، برای خود منم جالبه. تو میدونی من رو جوه منم پیش از اینم گفتم یه جای دیگه، من فکر میکنم یه کتابی که در واقع نوشته میشه، یعنی من اینطوریم هم. نمیگم همه یه کسی که میستم بعد اینجوری باشم و از من کنده میشه، بعد من فکر میکنم هر کسی وقتی که تو مثلا اینجوری میخونیش، من از چشم تو باز یه دفعه دیگه این کتاب رو میتونم بخونم. یعنی واقعیت اصلا هیچ تعارفی تو این حرفی که بهت میزنم نیست، مخصوصا با خواننده این مثل تو که خودش مینویسه و با عشق میبرزه به ادبیات. یعنی من میتونم با تو یه سفر دیگه بکنم تو این کتاب و کاملا هم میفهمم که تو سوالت اینه کی به کی خیانت کرده. ولی من برای خودم، ببین من دو تا پایان نوشته بودم برای این کتاب. یه پایان جایی که تو مهمونی تموم میشه، موقعی که اینا از بین مهمونا رد میشن و این گیتار بغل میکنه الهه رو و میبره و بعد میشورتش رو بعد توی رخت خواب میذارتش که بخوابه و خودش کنارش دراز میشه. اینجا تموم میشد تو اون برداشت اول، ولی این منو قانع نکرد. با من همجوری که کنار میامد، یعنی باش که باز ادامه پیدا میکرد، دیدم نه من باید یه چیز دیگه بنویسم. و توی اون قسمت بعدی که، یعنی اون برداشتی که نهایتا اون رو انتخاب کردم، سینا آمد، یعنی اون مردم آمد. و خب این باعث خیلی بین، یعنی الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، باعث بعضی بدفهمی‌هام شده، نه
بین فرانسوی‌ها، به خاطر اینکه این کتاب خب به زبان فرانسه نوشته شده که این مشهور و اولش هم به زبان فرانسه چاپ شده و خب اونجا اصلا خواننده‌های فرانسوی اصلا یه جور دیگه کتابو خوندن، چون نه غزالی رو می‌شناسن نه نویسنده، یعنی می‌دونی اصلا این خودش تجربه خیلی شگفتی بود برای من که تو ببینی از چه زاویه‌هایی میشه یه کتاب رو خوند، که همیشه هم معتقدم که میشه از زوایای مختلف. ولی اگه بخوام بیام توی به اصطلاح متن ایرانی، تو وقتی که من اون برداشت آخر گذاشتم، اون برداشت آخر که این ستا یعنی سینا، الهه و گیتا با هم دراز کشتن تو رفت خواب و زبانیتون به کار میره که یک زبان نامفهوم پچ پچه، یه چیزایی به پیش از زبان شاید برگرده و اینا همجوری آمده ها، یعنی منظورم من با اینا زندگی کردم تا اینجوری نوشته شده و اون نوره که میاد دیگه از شما آخر ما میایم بیرون، یعنی میریم وارد یه چیز دیگه میشیم، یعنی پایان. حالا من رو همون نور خیلی حرف دارم، رو خب. همون نور خیلی حرف دارم خب. اما بذار که ما به ترتیب بریم جلو باشم. و ولی من با تو موافق هستم که هر کسی هر کتابی رو که میخونه با تخیل خودش اون کتاب رو میخونه و با فرهنگ خودش دقیقا و در نشه تفسیری که میده، برداشتی که میکنه بر اساس تخیل، زمینه زندگی، کالچر و سنت های خودش. دقیقا. اما خب ادبیات یه اصول و یا هنر یک اصول جهانی هم داره، درسته که تو با اون چیزایی که هستی رنگ‌های مختلفی رو می‌بینی، یک رنگی رو انتخاب می‌کنی و یکی ولی یه اصول جهانی داره. خیلی ما از این اسم میریم تا میرسیم به این که یک مهمونیه و اون جمله عجیب و غریبی که شارپ می‌زنه تو صورت خواننده، من یه جورایی میشه گفت جندم. اوف، یعنی منم اینجوری شدم، فکر کردم وای خدای من، این کتاب با این جمله و این شخصیت از کجا میاد و چی میخواد بگه؟ اگر این قاصده که داستانی باشه که میخواد به ما بگه تو این کتاب بعدها چه اتفاق خواهد افتاد، چی میخواد بگه؟ بعد میرسم به تعریف دقیق این جمله که یک جور تعریفی هستش که کم و بیش منم فکر میکنم میشه بهش اشاره کرد. زنی که تمام زندگیشو گذاشته و تو خونه است و سرویس میده و از خودش غافله و یکی داره ساپورتش میکنه که دست بر قضا اون آدم دوست پسرش نیست، کسی نیست، یه مرده، یه مرد اسم شوهره. خب اینه، ولی این نشون میده که این زن از این وضعیت زندگیش ناراضیه و این طغیان این زن رو در مقابل این زندگی میبینه و جالبه که اینو داره میگه توی مهمونی که هلنم هست. درست. اما اینجا با هلن آشنا میشیم. تو اولین کسی که از این شخصیت از شخصیت های این کتاب به ما معرفی میکنی هلنه. حالا باز میریم من میرم سر هلن. درسته. تعریف موجز دقیق، اصلا نفسواری که میدی، توصیف نفسواری که میدی از هلن و بچه شوان هم، من نمیخوام همه چیزها رو بگم که بچه ها برن کتاب ها رو بخونن، کتاب رو بخونن. این در واقع در عین این که احتیاج به هیچ توصیف اضافی نداره برای من یک سوال های ایجاد کرد. هلن کیه؟ آیا هلن یک زن فرانسوی است با فرهنگ فرانسوی؟ حالا خاکستر پسر جوانش رو میخواد بگیره دستش دور دنیا بچرخه، این یعنی چی؟ سمبول چیه؟ نماد چیه؟ نماینده یه چه چیزی هست برای من؟ از هلن میتونم به کجا برسم؟
خودت میدونی که نویسنده هر آدمی، هر شخصیتی، هر شیعی رو بی خودی نمیاره تو کتابش. دقیقا اینم راز توه که من شانس اینو دارم که از نویسنده بپرسم حالا برای چی؟ برای چی واقعا؟ چرا اسمش هلنه؟ چون ببین اسم هلن یه اسم معمولی نیست، مثل الهه، مثل الهه، اینم الهه هم یه اسم معمولی نیست. خب درست. و تو رو اسمم خیلی مانور داد. حالا یک کمی راجع به هلن به من، هلن به من بگو. آیا این نماینده فرهنگ به فاک و فنا رفته غربه؟ آیا این با هلن تروا یه نسبتی داره؟ آیا این ما میتونیم ببریمش؟ یعنی میدونی که اگر عشق هلن نبود تروا سرپاش بود. خب اونجا به آتش کشیده شد به خاطر که هلن رفت و پاریس زیبا عاشق شد. خب این وسط این هلن اینجا تو این داستان که از یک فرهنگی میگه، یک از توی سرکوب میگه در واقع، یعنی ملت له شده ای رو ما میبینیم تو این کتاب که سرکوب شدن و نفسشون در نمیاد. تو آخر سن ما میدونیم تو آخر کتاب این هلن نماینده چیه؟ تو اعتقاد داری که فرهنگ غرب هم نابود شده؟ تو اعتقاد داری که تو با این همین، فقط با این شخصیت، یا این یه زن معمولی همینجوری اومده تو ذهن تو که مثلا بتونی وصل کنی خودت رو و یه توضیحاتی از خودت به یکی بدی که هممیهنت نیست، همزبانت نیست؟ ببین من نمیدونم، من خودم هلن رو اینجوری نشناختم که، یعنی منظورم به عنوان شخصیت داستانی میگم دیگه، چون وقتی که من اینجوری مینویسم، من اینجوری مینویسم که یه قصه ای اول تو ذهنم شکل میگیره، یه قسمت هایی، بعد حول اون همجوری میره جلو، بعد یه قصه ای ساخته میشه. یعنی اول اون رو برای خودم تعریف میکنم، یعنی کاملا تعریف میکنم، بعد میام رو کاغذ میارمش، ولی تغییر میکنه باز تو کاغذ که میاد. ببین هلن وارد ذهن من که شد در واقع یک زنی هستش با تمام این مشخصات، ولی مطلقا من عنوان فنا نمیبینم هلن. یعنی من اینجوری زندگی نکردم. هلن با مرگ مقابله میکنه، با مرگ فرزندش مقابله میکنه، ولی از اون، یعنی ولی زمین خورده نیست. یه آدمیه که طغیانیه، یه آدمیه که دائم در جستجوه، دائم در گفتگوه، میدونی؟ و شاید توی این کتاب تنها کسیه که با گیتا، که یک آدم ایرانیه، یک زن ایرانیه، و گیتا هم داره به گذشته خودش پشت میکنه. یعنی وقتی میاد اینجا گیتا، خب تو میبینی که اینم داره میخواد اصلا این گذشته رو فراموش کنه، میخواد پشت کنه، بعد این گذشته است که میاد دنبال این و در واقع یه جور شکارش میکنه گیتا رو. این دوتا زن که از دوتا فرهنگ کاملا متفاوت میان و تو گفتگوهایی که اینجا دارن ما میبینیم که به اصطلاح اشاره های فرهنگیشون، نوع نگاهشون به مرد، نوع نگاهشون به زندگی با هم متفاوته، نوع نگاهشون به عشق خیلی متفاوته، اینا میتونن کاملا با هم حرف بزن علیرغم این. یعنی از دو تا فرهنگ مختلف اومدن. پس به اون خداگاه، شما به اون اساطیر هیچ چیزی نداری؟ نه، ارتباطی نداری. اومدی یه آدم عادی رو گرفتی، اسمشو گذاشتی هلن. یه آدم عادی نیست، یعنی معلومه که نام هلن اشاره میده، اگه بخوایم بگیم اشاره میده به فرهنگ اساطیری، اشاره میده به یک زن سرنوشت ساز، یا به یه زن، در واقع به یه زن قدی، به یه زن، آره این جنبه هاشو میتونه. یعنی من حتما میتونم بهت بگم که خب این با این اسم این چیزا تو ذهن من آمد، ولی خود هلن رو جوری که نوشتم، هلن، اون هلن اسپر، اونم چی و اون شهر و اون عشق و اون چیزا نیست اصلا. هلن هومر نیست. نه هلن هومر، یعنی تو اصلا اینو نماینده به اون شکل، اونو نماینده
گریک فرهنگ غرب و یونانی نمیدونی که بخوای از طریق اون چیزی رو به ما بگی؟ نه نه، ولی چیزی رو که گفته میشه اینی که تو در تمام طول این قصه هلن حرف میزنه دیگه، حالا چه به شکل نامه حرف میزنه، به شکل ایمیل حرف میزنه، چه در یه گفتگو حرف میزنه. تو اونجا بله میتونی یه چیزایی رو ببینی که غربیه به اون معنیش و هم ولی در این حال، ولی در این حال تو این گفتگوی اینا یه جایی میرسه به خصوص در برابر مرد اینا با هم چفت میشن، یعنی یه جایی حساشون با هم یه گره میخوره. چون من عمیقا اینو زندگی کردم خودم در جامعه فرانسه و فکر میکنم که این یه واقعیت جهانیه، یعنی که تو احساسات نهایی آدم ها، عشق، مرگ، نفرت، حسادت، نمیدونم کینه، همه اینا یه جایی تو میتونی با هر کسی گفتگو کنی، یعنی منظورم مشترکه سر این چیزا میتونی، و این اتفاق میفته بین این دوتا زن و معلومه یکیش غربیه یکیش خب گیتا است، ولی خب گیتا میخواد آمده تو غرب سعی میکنه که، یعنی در واقع میخواد پاریس رو از آن خودش کنه و به اون گذشته برگه پشت کنه. هلن میخواد به مرگ فرزندش پشت کنه، جهان رو از آن خودش کنه. هلن نسبت به فرهنگ غرب انتقاد داره، ولی تمام جنبه های درخشان این تو خود هلن هست، یعنی میدونی یه شخصیت پیچیده‌ایه و هلن یه شخصیت پیچیده‌ایه که خب با من اینجوری، من باهاش اینجوری زندگی کردم، سعی کردم که اینو اینجوری بیارم، ولی هرگز به عنوان یه آدمی که میخواد به من بگه فرهنگ غرب نمیدونم اینجوری شده یا اونجوری شده، نه، به عنوان یه زنی که این فرهنگ رو از درون زیسته، طغیان‌های این زن چیه، فکرای این در برابر مرگ چیه، در برابر عشق چیه، یعنی در واقع دو تا آدم هم که با هم گفتگو میکنم، ولی مسلما فرهنگشون تاثیر داره تو این گفتگو و مسلما تو میتونی یه گفتگو رو ببینی، ولی نه تیپ سازی آرکتیپ نیست که مثلا بگی تو این چیزه، ولی آدم هایی هم که از این دنیا میان، از این دنیا ها میان و آدم هایی هم که مدام در حال تغییرن، یعنی در واقع خود هلن هم در گفتگو با گیتای تغییرایی میکنه. خب حالا تو فکر میکنی اینو برمیگردیم این بحث جدی شد تو کلاس میکنیم که آیا با این توصیفی که از هلن میکنی الان یک آدم عادی زمینی نه اساطیری بزرگ شده در یه فرهنگ غرب، تو فکر میکنی که این سوال رو میتونیم تو کلاس روش بحث کنیم؟ اینو فقط سوال میکنم که آیا این خطی که کشیدی، این خطی که کشیدی که طرح هر یکی از هلن در انداختی برای خواننده کافیه یا خیلی جاها خست و خرج دادی و از رو خیلی چیزا پریدی؟ در این مورد پریدن و خست نویسنده هست خیلی چیزا که تو این کتاب کم نیست. من تو اون کلاسمون بحث میکنم، بچه هم حتما بحث میکنن و تو هم حتما چیزی برای حرف، یعنی جوابی برای این چیزها یا میتونی همه ما رو راهنمایی کنی، چراغ بندازی تو تاریکی بگی اینجوریه، نورافکن بندازی بگی اینجوریه. ولی این در این حال که هلن برای به خودی خودش با اون داستان کلاس فیکشن هولناکی که میزنی واقعا یک صحنه تو عنوان که آدم تو مغز و سخونش میره، در عین این کامله آدم تشنه میمونه و فکر میکنه که چرا، فکر میکنه که جوانی تو ببین این ذهن من میره به این که یک جوان فرانسوی اینجا تو قوطیه، دو تا جوان ایرانی اونجا دارن فیلم برداری، این دوتا رو با هم نمیتونم مچ کنم، میگم که میخواد چی بگه نویسندش، خب میخواد چی بگه؟ اصل اینه که اگر اون صحنه گاتی که هولناک ویکتوریای آخر کتاب آدم رو تکون میده، بعد این سال برای تو پیش میاد اون نور از کجا میاد و چرا اینجا میاد؟ خب این همسر من بود، قطع کردم که دخالت نکنه. خیلی ممنون. آره این
اینا من همینجور که میخونم به همین گردم راستش شلا وقتی رسیدم به اونجا که داره میگه حالا میبینی شهرام چه رو دستی میزنه دوست دخترشو میاره، یعنی داشت همینجور میگفتم خدایا یعنی میخواد اینجوری آبکی تموم بشه و یعنی داشتم میگفتم من میرم خیلی نویسنده رو میگیرم اگر این کتاب رو اینجوری تموم کنه. و بعد باور کن اون صحنه تکان دهنده ای که، یعنی من نمیگم که بچه ها برم بخونم، اون صحنه تکان دهنده، یعنی هنوز دارم فکر میکنم که این صحنه نمیتونه یک آدم عادی رو نوشته باشه. باور کن خب یعنی داره یادم میاد یه فاکنر حتما خوندی، یک گل سرخ برای امیلی. بله. که امیلی با توی لباس خودش، لباس عروسی خودش میمیره و استخوناش کپک میزنه و بعدها پیداش میکنن و صحنه هولناکی که داره نشون میده که اون مقطع زمانی داره تموم میشه و آمریکا وارد یه مقطع زمانی دیگه داره میشه. خب جنگ بردگی تموم شده، یه سیستمی تموم شده، یه خب خیلی اون صحنه هولناکه. ما بارها این داستان رو خوندیم تو گروه هامون. بعد این یک جور دیگه بسیار گزنده تره، بسیار گزنده تره. خب که و نو و و و و و یعنی آدم دلش تو با مرگ امیلی گریت نمیگیره ولی با این صحنه میخوای گریه کنی. خب اینقدر چیزه. و بعد اون نوری که میاد که برای من ایجاد سوال میکنه. خب که اون نور که میاد، حالا به هر حال من میتونم بفرما بگو عزیزم. نه بفرما یعنی من خیلی تحت تأثیر حسای قوی که تو داری بیان میکنی. بلکه ببین من واقعا اگه این شانس رو آدم داشته باشه که خواننده‌ای داشته باشه که حسایی که تو گرفتی از این صحنه بگیره، یا این کتاب این شانس رو داشته باشه که اینو بگه، اینم این کتاب بلکه من میگم این از یه جایی از درون من آمده که حالا اونجا رو میگی که یک آدم عادی نمیتونه بنویسه. بلکه من موقع نوشتن، یعنی در موقع نوشتن سعی میکنم که هیچ وقت به مخاطب فکر نکنم، به صدای درونی خودم فقط فکر کنم، فقط تمام اون صداهایی رو که به من میگه شهلا این اینجا درست نیست، اون اونجا غلطه، اینا رو بذارم همه رو کنار و با این زندگی کنم، با این خواب ببینم، با این. و این صحنه وقتی آمد و من نوشتمه، خودم وقتی میخوندم همین حسایی که تو میگی داشتم. شاید بمونم تو باید مریض شده باشی وقتی اینا تمام کرد، یعنی این حالت خراب شده باشه. دقیقا، یعنی در واقع میشه گفتش که یک عزای، و شاید اون آخر صحنه آخر، یعنی در واقع اینقدر این سنگین و تلخه و من فکر کنم تمام سرنوشت، یعنی در حقیقت همه اون چیزایی که از درون هر یک از ما میتونیم زندگی بکنیم توشه، حالا این میاد سراغ من و من اینو مینویسم. خب معلومه من اصلا خیلی سخت بود برم، یعنی واقعا خیلی سخت بود و خودم بغض میکردم، خودم با این صحنه مریض میشدم، خودم با این صحنه. ولی وقتی که دو تا پایان رو نوشتم، وقتی که اینو نوشتم، بعد فکر کردم که من نمیتونم تحمل کنم که کتاب اینجوری تموم بشه، خودم نمیتونم تحمل، اصلا خواننده رو ولش کنا، خودم به عنوان یه آدمی که دارم زندگی میکنم نمیتونه اینطوری باشه، نمیتونه اینقدر ویرانگر باشه. بعد گذاشتم، چون من همیشه میذارم یه چیزی رو میمونه، بعد همجور تو ذهنم ادامه پیدا کنه. تو باور کن بین خودمون، من میدونم هیچ کی منتظر نیست، یعنی من سالهاست به این نتیجه رسیدم که کسی منتظر نیست. یعنی ما در یک جایی، در یک دنیای زندگی میکنیم، حالا چه تو فرانسه چه تو فارسی ها، اصلا معیارهای خوندن عوض داره میشه، یه چیزی داره اتفاق میفته. ما اون عشقی رو که تو میتونی دل بدی، همین کاری که الان داری میکنی به یک کتاب، این یک لوکسه الان تو دنیای امروز. یعنی در واقع یه چیزی که روز به روز داره از ما دورتر میشه، روز به روز داره از کتابخونه دورتر میشه.
چه تو فرانسه چه تو فارسی. برای که مثلا یه مثال من بزنم، من یک آقای خواننده‌ای بر من دو صفحه نوشت، فیلسوفه، و اون بقیده اون فرانسوی هم هست، بقیده اون میگفت این شاهکاره، دو صفحه فقط بر من نوشت، فقط رو جمله اول، من یه جورای جندم دقیقاً، فقط دو صفحه که اگه یه روزی من بتونم اینو ترجمهش کنم، و گفت که من اگه بخوام اینو ادامه بدم اون چیزی که من میخوام بمیسم از این کتاب خیلی حجیم‌تر میشه. دقیقاً این حالت رو منم دارم. بعد این آقا خب خودش مثلا حالا دیگه متخصص دریداست، متخصص کلا میدونی، منتها این یک دونه خواننده است و یه خواننده است که تو در دهات، ولی به من میگفت، میگفت این برای این زمان، برای الان، برای این نوعی که آدم ها ادبیات میخونن، با هم گفت شانسی در زمان داره، در طول زمان داره، یعنی با تعداد خواننده‌ای که میتونن با این کنار بیان، تو نمیتونی از این بستلر درست کن. بعد برای من قشنگ توضیح میداد، یعنی میدونی بدبختی این بستلر زده واقعا ادبیات رو دارون و بعد یه چیز دیگه ببین، من توی تجربه‌ای که با فرانسه بیا داشتم، چون اول به فرانسه بود بعدم به فارسی، خودم همش رو خودم، بلکه اینقدر من با این کتاب زندگی کردم که اصلا فکر این که ترجمه نیست، یعنی در واقع همونه ها، هیچیش عوض. ولی ببین چه جوری شده، بازار کتاب فرانسوی از ما توقع داره که سوژه هایی رو بنویسیم که در تصویری که اونا دارن از ایرانیا جور در بیاد. باور میکنیم من مثلا چندین تا کتاب فروشی اینا که رفتم، و من گفتم مگه تو ایرانیا زن اینجوری پیدا میشه، نویسنده اینجوری میتونه، مگر توی ایرانیا بحثای روشنفکری اینجوری هست؟ میدونی چی بگم؟ کاملا میفهمم چی میگی، کاملا. ببین اینا خیلی برای ما تکوننده است، یعنی که یک تصویرای کلیشه، یه تصویرای غیر واقعی، یه تصویرایی که یه بخشی از واقع، نمیگم غیر واقعی، بخشی از واقعیت، اینا چنان تحمیل شده به به شخصیت ایرانی، و خب که تو باید مثلا وقتی کتاب می‌نویسی بعد اون باشه، بعد اینجوری باشه، بعد تو در یه تعاملی که قرار میگیری وقتی که مثلا این آقا برام اینو دو صفحه سر این جمله نوشت، برام مثلا بهشت بود، یعنی اصلا هیچ وقت همین چاپ نشه، مهم نیست، مهم اینه که تو توی این کاری که کردی یکی با تو اینجوری حرف میزنه، مهم اینه که منیرو با تو اینجوری حرف میزنه، مهم اینه که الان اسم اون آقا علنه که در یک شهرستانی هم هست و نامه نوشته یا مثلا یه گفتگوی تلفنی کرده اینجوری میخونه اینو، اینه. یعنی ما الان دیگه توی دنیای نیستیم که، برای همین من میگم کسی منتظر نیست، یعنی تو اونجا آدما منتظر یه چیزایی هستن که از پیش چیزایی که فکر کنن توش پیدا شلا. این ادبیات شده بیزینس، اینو من کاملا باهات موافقم، همه چی تو اون فریم بیزینس داره تعریف میشه در جهان متأسفانه، و بسیاری از ادبیات، حتی اونایی که متأسفم بگم که جایزه های جهانی میگیرن، توریستی نوشته میشه. بله، من نمیدونم، ولی اونا کار خودشونو میکنن، تو هم کار خودتو میکنی، هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش تو انبار خودش، برن جلو. ما کار خودمون میکنیم. مال جون، مال من عشقه، نیست. برای که ببین اینجا سفارش کتاب ممکن به من داده شده که قبلا هم، من قبول نمی کنم تو این راجع به این سوژه، ببین مقاله فرق میکنه، ولی وقتی که تو داری قصه می نویسی، حتی من مقاله هم همطوره، یعنی کار جستاریم هم همطوره، هیچ وقت اگه چیزی من تکون نده از تو نمی نویسم، امکان نداره، یعنی برای که کسی منتظر نیست. بذار یه چیزی برات تعریف کنم. کلاس تو یکی از کلاس‌های من، خب گفتم بچه ها هر کی داستان بنویسه، خب بعد اینا داستان می‌نوشتن، منم داستان نوشتم، یکیشون پرسید تو میخوای کجا اینو چاپ کنی؟ گفتم من سالها دارم می‌نویسم، یه جام نمیخوام چاپشون کنم، اگه بعد شد چاپ میکنم، اگه نشد نمیکنم. خب و خب این اصلا این یه چیز جهانی، متاسفم خیلی. آره، مثل انواع ماکارونی ها و انواع مثلا چه میدونم رژای لب، انواع پیرنا، انواع نمیدونم، همه اینا رفته تو رده بیزینس. حالا به هر حال من یه چیز دیگه میخوام بهت بگم که خیلی باز زیباست، خیلی زیباست، وش یعنی من تکون خوردم واقعا، برای کسی نمیتونست به این زیبایی
اینو بگه. این آدم ها با هم حرف نمیزنن، با هم مطلق میگن. یعنی شل و شفیق شاهکار این بخشا، یعنی اینا با هم حرفشون تموم شده، یا مطلق میگن یا یهو مثل این که از قهر گور یکی یه جمله خساره بود و اون فضا رو کاملا و بیشتر و بیشتر گاتیک میکنه، هولناک میکنه. و بهت بگم تو فضای گاتیکی که درست کردی فضای گاتیک مدرن ایرانیه. امیدوارم. خیلی جالبه، خیلی ممنون، خیلی لطف کردی. من اینو با اجازت میذارم که بچه ها بدونن راجع به چه چیزایی حرف میزنیم. بچه های خودم میدونن، ولی کسان دیگه که تو گروه ما نبودن ممکنه ندونن. من میخوام یه چیزی رو بگم. یعنی خیلی خوشحالم که اتفاقا تو ببین اون مهمونی آخر که این همین حرفی که تو میزنی در مورد صدق میکنه، من انتقادی به من شده، یعنی از جانب ایرانی نه فرانسوی، یعنی به متن ایرانیش، که تو چجوری به خودت اجازه میدی با یک جمعیتی که خودت جز بشی اینجوری رفتار کنی؟ جوری میکنی؟ بعد از کی اجازه میگرفتی؟ هرگز شوخی نمیکنم، برای که واقعیت خودمونو بگم که ما ببین، برای همین میگم که من میگم کسی منتظر نیست. و وقتی که یعنی تو فقط، من فقط میدونی، و منم جوابم این بود که به خاطر اینکه من خودم هم هستم، درست به دلیل من خودم هم هستم اجازه میدم با خودم اینجور رفتار کنم. میدونی، حالا برم گردیم به اون موضوع اتفاق، و این اتفاقا خیلی بر من جالب، ولی تو اگه بخوای بنویسی و پروا نداشته باشی، خب بالاخره باید اینجوری بشه دیگه، نباید همش ملاحظه بودن. یا اون قسمت زندانی که من نوشتم، گفتگویی که اینا سر اسما دارن، که خب بگم اون قسمتی که تو اون کاخه رو نشون میدی و اون، یعنی من اینا فکر میکردم هر لحظه ممکنه دراکولا بیاد، اینجوری بود. ببین اصلا تو از کلمات ترسناک استفاده نکردی، از چیزی استفاده، ولی من اینا رو باور کن با لباسهای کپک زده عهد دقیانوز شرق پرنده می دیدم. و بعد اگر اون صحنه آخر اتفاق نیفتاده بود، می گفتم این تخیل خودمه، ولی این زمین سازی نویسنده قدرتمنده که اینا رو بدون اشاره مستقیم، این مهمه، اینا رو میسازه تا تو رو برسونه به اینجا. باور کن، یعنی من اینجوری کردم و دست در نکنه. خیلی ممنونم ازت. منیر رو جان اونجایی که اون اسمای آدمایی که اون برای جلسات بعد، اون تو کلاس، اون صحنه دراور نویسنده که اونم یکی از صحنه های یک آدم، یعنی چنان تو کات سینمایی کردی بدون هیچ توضیح، کات سینمایی درخشان، دیگه لازم نیست بگی. نه خواستم بگم که من اونو همون یک صحنه ای که اسما میان یک 6 ماه طول کشید. میخوام بهت بگم که اینا دیگه از اون تهه، برای که اینقدر این واقعیت ها، یعنی اون که میگی غیر مستقیم، بلکه اینقدر این واقعیت هایی که اتفاق افتاده هولناکه که تو احتیاج نداری هیچی بهش اضافه کنی، فقط و فقط باید اون فرمی رو پیدا بشه که بتونه فرم بیانش پیدا بشه و اون پیدا شدنش کار گله و کار دله، یعنی فقط فقط میخواستم با این تموم کنم که این سوء تفاهم رو منتقل نکرده باشم که فقط کار دله، یعنی کار گله، همه میدونن کار گله، هم کار گله، یعنی 6 ماه یا شاید بیشتر اون طول کشیده برای که این لحن پیدا بشه. میدونی چقدر بزنی تو سر خودت، چقدر بزنی تو سر این کامپیوتر، یعنی منظورم یه چیزی من بهت بگم، حالا غیر از اون لحن، اصلا اون که به جاتون بتونی درست و سر موقع کات کنی و اثر سهمنامون که خودشو بذاره، همون یعنی ما... یه مشت اسم و یه مشت زندگی تو آخری رو میگیری یعنی نفسواره قسمتش، یه نفسواره.
اینو میذاریم عزیز با اجازت. مرسی عزیز. اجازه بده که من بذارمش رو فیسبوک هم، خودت هم میتونی به اشتراک بذاری و تو یوتیوب یا هر جا. الان من به سودی با من کار میکنه، به سودی میگم این کارا رو تموم بکنه و خیلی ممنون ازت. خیلی ممنون ازت. خیلی از این عشق و محبت ممنون، ولی به من نباید بیاد. میفهمم که نه به خدا من هر کتابه، به جون خودت شلا، هر کتابه خوبی دستم برسه من میخونم و وظیفه خدا، یعنی اصلا ببین یه ولغلی تو وجودم اتفاق میفته نمیتونم راجب شرط نزنم. این کمیابه، این کمیابه، زورکی نیست، باور کن زورکی نیست، یعنی باجم به کسی نمیدم به خدا. کتاب مال هر کس باشه، خوب باشه، میخونم و میخونم. مگه من تو رو یه بار دیدم تو کلاس، هم بگه دو سال خندیدم به خدا چجوری دستم دو سرم برم این کتاب رو پیدا کنم، ولی خودش چیز جادوییه. مرسی ازت، خیلی لطف کردی. وجودت کمی، یعنی منظورم این نگاه کمیابه، این نگاه رهایی، این نگاه برای ما سالمه، هوای تازه است. ببین هر چقدر، یعنی من معتقدم که مطمئنم که تو حتما نقدای خواهی داشت، خواننده‌ای خواهند داشت، کتاب به هر حال هر کتابی همیشه برای من ناقصه، ولی خواننده خوب اگر وجود نداشته باشه، یعنی اینو میگم تو کمیابی. و متاسفانه تو محیط ما، توی محیط ادبی ما، ما هم که یه خیلی دورتر افتادیم، حتی خب مثلا کمتر هم خونده میشیم، توی محیط ما اینجور پنجره های باز، اینجور هوای تازه، سعادت خیلی خیلی ممنون. قربونت برم، خیلی لطف کردید بعد از کار سنگین و اینا اومده اینجا. شب خوبی داشته باشی، ممنونم ازت، قربونت. تا دیدار بعدی، مرسی، ولت نمی کنیم الان. مرسی، قربانت، قربانت، روز بخیر.